حمله که بالای من صورت گرفته از طرف گروه طالبا بود. خب به خاطر که من در دو بخش مهم کار میکنم که را طالبا هیچ وقت نمیپذیره که پلیس است. فهمیدم که یک روز نه یک روز سر ما حمله میکنه، ولی روز روزش برای من معلوم نبوده که ای امروز است یا فردا است. روزی که من طفل خود امره خود گرفتم بردم میخواستم ببرمش با وظیفه، او روز اصلا احساس نمیکردم که بالا من عمله میشه، نمیفهمیدم. زمانی که عمله صورت گرفت یگانه کار ما، یگانه مقصد ما و یگانه خواست ما ای بود که طفل خود نجات بتم. بسم سر ما فیر میکردن چطور مادرم زخمی شد و چطور از وجود مادر من خون روان بوده. او یک نوع فشار است که طفل ما را زیر گرفته و واقعیتش است که من حراس دارم، تنها از خودم نه، از فامیلم. بعد از او وقت که حادثه سر من شد دیگه ما نم اطفال من نبردن به مکتب و از اونجام که جایی که قبلا ما خانه ما بود از اونجا به خاطر از اینکه ما سیف باشیم آمدیم به جای دیگه کوچ کردیم و می فعلا هم شدیدن من زیر تهدید امنیتی هستم که اگر برایم امکان داره که اونارم بزنه، خصوصا شوهر من و اولادای من. هنوز فکرم نکردیم سرش و پولم ندارم. باز نشه مثل قبل که خانما در چارچوب در چهار دیواری خانه قید بودن، اجازه نداشتن که بدون محرم از خانه خود برای، بدون محرم شرعی نمیتونستن از خانه خود برای که دوباره سر ما تکرار نشه. ضرورت به یک تضمین قوی داره، بیاین حکومت بکنه. این دیگه یک حکومت به زور است، زور قالب نداره، زور هر وقت باشه شکستنی است. یک روز خود مردم افغانستان قیام میکنه، با دست خالی امرایشان مبارزه میکنه، از صفحه تاریخ بیرونشان میکنه. و او تصویری که من هر روز میبینم و هر روز خبر بسیار خوشایند از تلویزیون ها میشنم که دو سه نفر هر روز در انفجار ماینه کشته میشه یا ترور میشن. من آیندهشان اصلا خوب نمیبینم، خوب نمیبینم، ولی کوشش میکنم، کوشش میکنم امو دین مادری خوده ما ادا بکنم. اگر مکتب نباشم ما میخوایم مکتب شام برشان، اگر پارک نباشم میخوایم پارک شام برشان، اگر ساتری نباشه میخوایم خودم برشان، هر چیز خودم باشه. ولی بازم از خداوند ای امید دارم که خداوند پاک ما را به حق نبره دوباره.